جا خوردم یه همچین عددی رو دیدم. این عددا بر اساس یه همچین تحلیل هایی در میاد. حالا تو اون دوره من میخوام اینا رو بگم و دوستان تکنیکالیستی هم که حالا بعضا جسته گریخته شنیدن، من احساس کردم که یه گاردی هم نسبت به این موضوع گرفتن که نه این اصلا هم به قول معروف تأثیرش اونجا نشون میده و این خیلی چیز نداره. من میگم آقا شما به من نشون بدین کجای تحلیل تکنیکال اینا رو گفته، کجای شما دیدین. من حتی حاضرم شرط ببندم یه موج سینوسی یا یه نیم موج سینوسی جلوتر از اون اتفاقی که میخواد تو قیمت بازار بیفته شما سیگنال خرید داری یا سیگنال فروش داری یا نه سیگنال رنج شدن یه دونه کریپتو یا مارکتو داری. خب اینا ارزشمنده دیگه. وقتی کسی موتور میرن موتور معامله گری ربات معامله گری میگیرن که یه چند میلی ثانیه زودتر خرید بزنن که بتونن گین بالا ببرن، یه چند میلی ثانیه زودتر بفروشن. های همچی چیزی وجود داره که داره زودتر بهتون میگه دیگه. بعد جالبیه بازار کریپتو اینه که بازار به خاطر بلاکچین بودنش، بستر بلاکچین بودنش، ترانسپرنته، شفافه، چیزی کسی قایم نمیکنه. شما دریلدان تمام مشخصات کیف پول ثروتمند، حالا کیف پولای چیزا داشتی قوی و پرپروپیمونو داشتی، پس خیلی دور از ذهن نیست که همچین اطلاعاتی اینجوری قرار بگیره در قالب گزارشات مختلف و قسمتیش رایگانه. ببین پولیاش چه خبره. خب اینو به شما فقط خواستم بگم که این موضوع روی همه کریپتوها وجود داره، بعد بگردیم دنبالش، بعد نسبت به این فاکتورها آشنایی داشته باشیم. شما خب من توضیح دادم یه سری موارد باهاش آشنا شدیم، ورود خروجی کیف پول چون بار اکسچنج ها رو با هم چند بار دیده بودیم یا مثلا تی وی الی که با هم دیدیم، اینا مهمه که اینجا بالا من نوشتم دیگه، امیدوارم که بله هستش زیر آدرس آخرات. این لاک شدن ها عددی که اومده قفل شده توی بازاری برای ما اهمیت داره که بتونیم ازش از این تحلیل ها استفاده کنیم. فقط شما در دوره های این تیپی شبیه این دوره‌ای که من میخوام برگزار کنم و الباقی با این ابزارها آشنا میشی. اونجایی هست که ذهن شما درگیر معامله‌گری میشه. حالا شما به عنوان یک آدم اکسپرت یواش یواش شروع میکنی این تحلیل ها رو خوندن، بعد میای خودت با خودت هم خلوت میکنی، میگی اگه این رفت بالا این اومد پایین اینجوری ازش میشه استفاده کرد، این تحلیل رو میشه داد. خب شاید نسبت به این صحبت این شرکت ونچر کپیتال 10 تا ایراد هم وارد باشه یا مثلا ایشون هم نسبت به ایرادا دفاعی کرده باشه، اینا دیگه اون مهارت تحلیلگر هست. پس بدونیم آگاه باشیم به غیر از تحلیل تکنیکال این روش ها وجود داره و ضمن در نظر داشته باشیم دوستانی که تو بازار ایران دارن مثلا از پرایس اکشن و مدل های تحلیل تکنیکال استفاده میکنن، بدونیم که اولا که تو بازار ایران ما یه دامنه نوسان داریم، یک حجم مبنا داریم، دو گره معاملاتی و این تیپی این نکات داریم که هر سه اینها و موارد دیگه میتونه تحلیل تکنیکال را فیل کند. چرا؟ چون تحلیل تکنیکال اومده روی بازه صحبت میکنه، روی پرایس اکشن داره تو چیزی کار میکنه که میگه نوسانات قیمت بر اساس بازار عرضه و تقاضاست، نه این محدودیت هایی که صف خرید و صف فروش. اتفاقا چند روز پیش یه مقاله یه جایی دیدم در مورد بازار کریپتو یکی اومده بود گفته بود آره صف خرید صف فروش اصلا من همینجوری موندم، اینا بوکمارکش کردم که به موقع برم سراغش. اصلا همچین چیزی نداریم، بازار صف فروش و صف خرید نداره، هر چقدر جا داشته باشه میره بالا یا میریزه. خب این از این نکته. یکی بحث شیرین سایت تریدینگ ویو داشتیم. ببینید ما با هم این سایت رو دیدیم، امیدوارم که بعدا هم شما مراجعه کرده باشین. وقتی که اینجا من زدم مثلا BTC USD یه عالمه برای من قیمت میاره که هر کدومش توی یه صرافیه. شما تو هر کدوم از این علتش چیه فکر میکنید؟ علت این که هر کدوم یکی از علتهای به من داری؟ علل این که یه صرافی های مختلف داره قیمت میده چی هست؟ از صرافی معتبره کسی میتونه کمک کنه؟ نه بازه یکی از دلائل که من اینجا BTC USD ببینید برمیگرده به اون در واقع جامعه آماریشون. فرق صرافی ها با هم دیگه در تعداد، حالا اصطلاحی که ما توریم صرافی های مختلف میده اجتماعی داریم میگه جامعه آماری، ولی توی بازار در واقع کریپتو در واقع تعداد مشتری ها حجم نمونه هاشون با همدیگه فرق داره. یعنی یه وقتی یه بازاری داره با یه صرافی 300 هزار تا مشتری داره، یکی 3 میلیون داره. بله بله صدای شما رو دارم. فکر میکنید علتش چیه؟
بسیار عالی. که دوست دیگه هست بخواد توضیح نظر خودشو بگه؟ خب همونطور که اشاره فرمودم، بله جامعه آماری مهمه، بله ما تو این بازاری که سنترالایز نیست، قیمت بیت کوین در هر کدوم از بازارها متفاوته که فرصت آربیتراژ رو برای ما فراهم میکنه. به انضمام اینکه یه نکته وجود داره، من این BTC USD رو زدم، ببینید اینجا استاک داره، فیوچر داره، فارکس داره، سی اف دی. این معاملات سی اف دی خیلی معاملات باحالیه. شما نه کیف پول میخری، نه خود بیت کوین رو میخری. به قول یکی از این دوستان ما میگه که شما میای شرط میبندی رو قیمت بیت کوین، میره بالا یا میاد پایین. اینا ابزار هاست، اینو گوشه ذهنتون داشته باشین. من در خصوص سی اف دی فکر میکنم یه ویدیو هم ساختم توی کانال یوتیوبم هست، پیشنهاد میکنم حتما اونا رو ببینید. هرچند که هر کدوم از هر قسمتی من سعی کردم یه مطلب رو به عنوان نمونه بذارم، اینم چی میگن این نمونه کار میمونه دیگه، حتما ببینید اینا فرصت خوب کاریه. اما اون چیزی که من مد نظرم متفاوته. ببینید من حالا مثلا بیت پی رو میزنم، BTC بیت پی زدم، صفحه‌ای که باز میشه مربوط به قیمت BTC روی اکسچنج بیت پی هست. همونطور که قبلا هم با هم صحبت کردیم، اینجا خب کلی اطلاعات داره. من میام رو مارکت میزنم، وقتی مارکت رو بزنم یه سری اطلاعات جدیدتری رو در اختیار من قرار میده، از جمله اینکه میاد به من امکان خرید و فروش روی پلتفرم مربوطه رو میده. روی مارکت که صبر کنی، منتظرم که این صفحه باز شه. اینی که قبلا با هم دیدیم، این گیجا رو داریم که به من میگه که الان وضعیت بخرم بفروشم، اومده این زیرم تحلیل کرده، همه هم گذاشته. من برگردم به صفحه قبلی و صفحه قبل تر از اون، زمانی که BTC USD رو زدم، صفحه میاد که به من امکان اینو میده که از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای تحلیل خودم استفاده کنم. اینجا اسکرول کنم بیام پایین. خب ببینید موس منو میبینید، حالا پایین باز چه فول فیچر چارت من رو میبره تو صفحه‌ای که تمامی ابزارهای تحلیل تکنیکال روش گذاشته. خیلی راحت شما بدید مثلا احتیاج نیست دیتا رو بخرید. ببینید توی یه سری بازار شما باید دیتا رو بخرید، اما اینجا احتیاج خرید دیتا نیست، دیتا وجود داره، لایو هم هست، میتونید تحلیل خودتون رو بذارید، بک تست بزنید، بک تست استراتژی بزنید، استراتژیتون رو بیاین چک بکنید. و نکته خیلی جالبی که تو این وجود داره، ببینید یکی از بحثایی هست که برای معامله گران تازه کار، یا اصلا ما کاری به تازه کار و کهنه کارش نداریم، به عنوان تحلیلگری که میخواد مثلا تو این بازار فعالیت بکنه، میگه یه مدتی من میام یه دونه سهم و یه ارز و یه کریپتو رو میام زیر نظر میگیرم، در صورتی که به این نقطه خوبی رسید من میام چیکار میکنم، خرید فروش روش انجام میدم. اما قبل از اون زیر نظر گرفتنم چجوریه، میام رو کاغذ خرید و فروش میکنم، می نویسم بیت با این تحلیلی که کردم، با این دیتا هایی که خوندم، با این حرفایی که از این اون شنیدم، به نظرم اگر مثلا 10,000 دلار داشتم تو این نقطه میخریدم و تک پروفیت هم میذارم اینجا، یا استاپ لاس هم میذارم اینجا. بدون تک پروفیت و استاپ لاس تو هر بازاری مخصوصا کریپتو برید، دخلتون اومده، یعنی پولتون از دست میدین. حالا من اینجا میگم این فول فیچر چارت زدیم باز شد، اینجا که همینطور که میبینید رو این کلیک بکنید، روی این یکی مثلا رو هر کدومش هم وایسین بهتون اطلاعات تکمیلی میده. مثلا روی این میگه که این فورکا و اون چیزایی هست که قرار میگیره توی نمودار. عرض شود که اینجا شما میتونید پترن های ABCD رو بزنید، روی این میتونید لانگ پوزیشن های مربوط به الیوتی رو بزنید و ببینید تا کجا میتونه بالا پایین بره. خب هر کدوم بگید رگ اند راپی بگیری بکشی بندازی اینجا، همینه تمپلیت اف فاینانشیال تولز ها، ایندیکیتور هایی که مربوط به تحلیل شما از قبل انتخاب کردینم اینجا براتون میاد. من قبلا با نام کاربری رمز عبور جیمیل هم تونستم وارد شم، من اینجا چک کنم مقایسه هم که کامپیر رو که میتونید انجام. نکته ای که دارم دقت بکنید، ببینید من اینجا موس منو میبینید کجاست؟ موس منو دنبال کنید،
اینجا یه سری ابزاره. آیدیاتون رو میتونید بنویسید، کامنت میتونید بذارید و پرایوت چت بکنید با این اون، استریم بکنید اینو و لایو استریم داشته باشید، مثلا تحلیلتون رو لایو بذارید، اینو قابلیت های مثلا سوشیال مدیا نوتیفیکیشن براش ست بکنید، اگه به اینجا رسید به اونجا رسید به من چه، یه دونه فلش به سمت پایینه، من اینو بزنم بیاد بالا. اینجا ببینید یه فلش به سمت بالا، یه فلش به سمت پایین، یه فلش به سمت بالا order panel. من روی این کلیک میکنم، این صفحه باز شد، میگه رو بیت پی اگر کانکت باشی، من الان اینو که کانکت رو میزنم، میگه log in to broker account to start trading، وارد اکانتت بشو برای ترید کردن. شما وقتی که این کانکت رو بزنید وارد محیط دمو یا همون خرید و فروش رو کاغذ میشی. اینجا میتونی بگی قبل از اینکه با یه صرافی کار کنی، اینجا میتونی اعداد و ارقامت رو مشخص بکنی رو نمودار، روی همین چیزی که اینجا وجود داره، نموداری که اینجا وجود داره، میتونید مدلاش هم اینجا عوض کنید دیگه، میدونید دیگه. بیاین به راحتی. من یه نکته به ذهنم رسید، ما تو صرافی های ایرانی این موضوع تک پرافیت و استاپ لاس رو که نداریم، که بیام کندل استیکش بکنم، مدل های مختلف داره، بیام اینجا بگم حتی رو این نشون بدم که اینجا بخر اینجا بفروش، استاپ لاس هم اینجا بذار، تک پرافیت هم اینجا بذار، و بیام رو کاغذ ببینم و این زیر به من کلی هم چی میده، میگه بر اساس این مثلا اینقدر سود کردی اینقدر ضرر کردی، و از دل این من استراتژی در میارم. پس قابلیت های ویژه سایت ترین ویو رو ازش غافل نشی. نکته بعدی که میخوام بهتون، تا اینجا سوالی هست؟ ممنونم از شما.